این جوونه ها سرشار از فیبر و پروتئین هستند که برای درمان پرخوری و لاغری عالی هستند. همچنین سرشار از آنتی اکسیدان هستند که منبع عالی برای پوست و موی ما هستش. برای تهیه جوانه ماش به یک پیمانه که من از پیمانه پلوپزی استفاده کردم ماش احتیاج دارم. ماشا رو خوب میشورم، تمیز میکنم و داخل بطری آب کافی میریزم تا روی اونها را بگیره. برای 24 ساعت داخل محیط آشپزخونه قرار میدم تا کمی جوانه بزنه و ماشا خیس بخوره. توی این مدت 2-3 بار آب ماش ها را عوض میکنم. آب اضافی را دور میریزم، ماش رو میشورم و دوباره آب داخلش میذارم. بعد از 1 روز دونه های ما خوب خیس خورده و کمی هم جوونه زده. بعد من اون رو داخل 2 ظرف جداگونه میریزم. روی اونها را 1 توری میکشم و ماش ها را یه مقدار میشورم. آب اضافیشون رو دور میریزم که خیس باشن کمی و داخل کابینت یا 1 جای تاریک و خنک قرار میدم. ماش برای اینکه جوونه بزنه اصلا نباید موقع جوونه زدن تو نور آفتاب قرار بگیره. حتما باید داخل 1 محیط تاریک باشه. بعد از 1 روز به این حالت در میاد. هر 8 ساعت یا 12 ساعت 1 بار داخلش آب میریزم. میذارم 5 دقیقه بمونه. بعد آب اضافی اونو خالی میکنم و باز دوباره داخل کابینت قرار میدم. این کار باعث میشه که جوونه هامون کمی هم آبیاری بشن و هم آب و نم داشته باشن برای اینکه بتونن بهتر جوونه بزنن. من روزی 2 بار این کار را انجام دادم. برمیگردونم آب اضافیش خالی بشه. جوانه ماش یک منبع عالی از پروتئین هستش و سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان هاست. برای سلامتی قلب و افزایش ایمنی بدن عالی هستش. این روز دوم هستش که باز اونها رو خارج کردم و روشون آب ریختم تا برای 5 دقیقه بمونه. شما اگه دوست دارین میتونین روی 1 سینی دستمال بذارین و ماشا رو روش پهن کنین و دوباره روی اون دستمال بذارین و دستمال رو مرتب مرطوب نگه دارین. آب اضافی داخل سینی نباشه که جوونه ها کپک بزنن. بعد از 3 روز جوونه های من دیگه آماده شدن. شما میتونید توی همون 2 روز هم جوونه ها رو استفاده کنید. این پوسته اضافی ماش هم اگر کمی جوونه ها رو تکون بدید یا اونها رو بشورید کامل ازشون جدا میشن. میتونید از جوونه ها تو انواع سالاد استفاده کنید. حتی میتونید اونها رو خشک کنید و پودرشون کنید و از پودرشون استفاده کنید. توی ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کنید تا 1 هفته قابل مصرف هستش. دوست خوبم، اگر تا اینجای ویدیو تماشا کردین ممنون میشم که لایک کنید. از اینجا تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم.